بعد از ظهر همگی به خیر امروز شنبه 16 اسفند ماه 1399 اینجا رادیو مسقال بورس خب 8200 شاخص حدودا کم شد و خود شاخص هم به هزار رسید شاخص بورس به دلار اما تغییری نکرد همون 48 موند چون قیمت دلار هم کاهش پیدا کرد امروز کلا بازاری نزولی داشتیم روی تمام آیتم ها بانکی که 24660 تموم کرده بود 80 تومن اول وقت کم کرد 24580 ولی بعد در نهایت به 24275 رسیدیم اینا رو حدودی وسطون تون بخونم یک و دو تومن یکی دو تومن بالا پایین دیگه نمیگم در کل بانک 385 تومن امروز کاهش داشت و امروز دلاری که 25 تموم شده بود هم 25.100 باز شد اول وقت قیمت دلار تغییر نکرد ولی تا آخر وقت ما به 24 700 800 رسیدیم مثل 750 و 24 500 هم باید ازتون بخره یعنی دلار یه سوده 350 تومن کاهش داشت همون حدود بانک حالا بانک 35 سی... تومن بیشتر و اما حواله ای که 25 و 650 بود 25 و 400 باز شد 25 و 350 بسته شد حواله هم بگیریم حدوداً 300 تومن اومده پایین البته قیمت حواله امروز خیلی ملاک نیست مخصوصا فردا که اصلا خیلی شرایط از امروزم ام... کمتر میشه بهش استناد کرد چون م... یک شنبه است حالا امروز هم سبک شاید زده میشد ولی به هیچ عنوان هیچ حواله سنگین امروز زده نمیشه و اما اونس اگر دیده باشید ما اونس رو با 1715 تموم کردیم اونس کانال 1600 هم سر زد ولی اومد لبه دقیقا 1700 ایستاد البته خیلی مهم نیست ارز میکنم هیچ تعجبی نداره حتی اگر 1600 هم از دست بده بیاد 1500 شاید هم اتفاق نیفته برگرده بالا ولی اصلا میخوام بگم رنجیه که تا اونجا کاملا براش طبیعی خب حالا این نکته رو در نظر داشته باشیم که ما اونسمون خیلی پایین نیمد نسبت به روز گذشته کاری 15 دلار اومد پایین ولی آب شده همون خیلی اومد پایین آب شده 4 ملون و مون هم که اول وقت پایین نایمد دولارمون هم 25 بود 25 موند اونس انقدر نایمد پایین که دلار که آب شده اومد پایین و اگه نگاه کنید به دلارش همه مشخص میشه با اینکه دلار بازار هیچ تغییری نداشت ولی دلار آب شده همون اول 225 تومن اومد پایین یعنی 25 450 شد 25 و 250 البته که آب شده به 4 م 400 هم رسید حتی لحظاتی زیر 4400 م دید ولی نهایتا با 4400 بس که دلارش میشه 24 775 یعنی حالا اینجا جالبه 675 تومن آب شده همون کاش قیمت داشت دلارش که دلار بازار و بانکمون میبینیم حدود 350, 350 تومن بوده و صرافی 300 تومن این حدودا دو برابر کاهش داشت دلارش و اما حباب مثبتش یه جورایی تموم شد یه لحظاتی حتی حباب منفی هم داشت یه جورایی آب شده امروز شرایطش شد با دلار تطبیق داد همون حدود قیمت دلار بود یه مقدار چند ده تومن میرفت بالا چند ده تومن میومد پایین و خب این به همین دلیل بود که این اتفاق افتاد وگرنه خیلی بیشتر از قیمت دلار کاهش داشتیم و بیشتر از قیمت اونس مثل اینکه از این فرصت استفاده کردند و حباب مثبتش هم از بین بردند خب و اما سکه دو هشتد و دو هفت اول وقت بود ببخش بله دیگه و بعد تا ده و هم قیمتش پایین اومد نیم سکه و شیش و سد و پنجا روب سکه سه و سد و پنجا اینا رو دوباره خدمتون ارز میکنم اینها تا صد تومن بالاتر هم صرافی کاملا طبیعه بازار اگر تشریف ببرید اون هم تو شهرهای بزرگ مراکز استان مخصوصا حالا شهرهای استانهای بزرگ مثل مثلا تهران و اسفان شاید بتونید چنین قیمتهایی بگیرید یا قطعا میتونید بگیرید ولی خب پرچه دورتر بشید از تهران این قیمت بالاتر میشه مخصوصا امروزی که نسبتا کاهش زیادی داشتیم بعضیا یه مقدار مقاومت میکنن امیدوارند حالا شاید قیمت برگرده و یا شاید بتونن حالا یه مدتی به قیمت بالاتری بفروشند ولی خب اگر این کاش قیمت ادامه داشته باشه نمیتونن مقاومت کنن و باید قیمت رو پایین تر بیارن ۲۹۴ هم امروز یورو رو میتونستید بخرید و اما اخبار بورسمون اول وقت حدود 600 میلیارد صفحه خرید بود حدود 4500 صفحه فروش بود میبینید هم تفاوت زیاده هم صفحه خرید خیلی سبکه و در نهایه 678 میلیارد هم از بازار خارج شد حالا خیلی زیاد نبود ولی قابل توجه بود کم نبود سهام عدالت هم امروز حدود 1.3 و درست ازش کم شد ولی امروز یه خبری دادن که 200 هزار تومن سود سهام عدالت سال 98 شده حالا این یعنی از این نکته فقط یه نکته اینجا اشاره کنم که الان میبینید من مثلا همینه قبلا هم خدمتتون عرض کردم زمان حتی زخم رو التیام میده هر دردی هر زخمی روحی جسمی یعنی ما بعضیامون اصلا برای همین زنده ایم دیگه این کسا حرفی توش نیست اگه ما قرار بود یه زخمی بخوریم خوب نشیم چه روحی چه جسمی که دیگه نمیتونیم ادامه بدیم به زندگی ولی یه زخمایی میتونه شکل و شمایل بدی به ما بده بله یه زخمایی باید خوب بشه ولی نباید فراموش بشه و باید از تجاربش استفاده بشه حالا فقط میخوام این نکته رو بهتون بگم همون کسایی که همین چند ماه پیش خیلی ناراحت بودن از اینکه بورس داشت میریخ پایین الان دیگه اصلا کسی یادش نیست که بورس داره میریزه پایین میخوام فقط یادآوری کنم بورس همین ها بود شاید حتی بالاتر بود ملت تو خیابون بودند ولی الان اینجاست کسی اصلا یادش به بورس نیست حواسش به جای دیگه است فراموش میکنیم یا, مشک... یا توی مشکلاتمون حل میشیم و این قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم همون چند ماه پیشم بهتون گفتم گفتم به مرور خیلی واسهتون عادی میشه پولی که از دست دادید ولی امیدوارم تجربه بشه برای بار بعد که دوباره به این جریان و یا جریانات دیگه شبیه به این یعنی طرف نره لباسش رو عوض کنه برگرده و شما دوباره قبولش کنید یا اینکه کل جریان اگر بگیرید که آقا برای زندگی باید کار کرد باید زحمت کشید اگر یه جای رفتی یه کاری کردی یه دفعه وضعت خوب شد این شانسی بوده که آوردی او پول تو رو فرار کن و برای پول در آوردن باید خیلی زحمت بکشی و تو این دنیا کسی اگه جیبتو نزنه پول تو جیبت نمیذاره هرگز نمیذاره خب هفته قبل چنین روزی ما 25 و 650 بودیم الان نگاه کنیم حدود هزار تومن اومدیم پایین دیگه و ماه قبل چنین روزی 24 و, 23 و 950 بودیم پس هنوز از ماه قبل بالاتریم و سال قبل هم ما 15 بودیم در مورد میانگینمون میانگین سالیانمون 22 800 شد آروم آروم داریم میریم بالا ماهیانمون حدود 25 و 200 اومدیم پایینش خیلی فاصله نداریم فردا هم حالا میگذره دوشنبه رو باید ببینیم چه اتفاقی میفته و اما هفتگیمون هم 25 و حدود 300 پس یه مقداری سریع امروز اومدیم پایین اگر آرومتر می اومدیم شاید مهربونتر بود خب و اما 450 تومن هم امروز نوسان داشتیم که خب بیشتر حرکت بود به سمت پایین حالا یه مقدار هم بالا پایین شدیم ولی خب هر صورت 350 تومن هم نسبت و اول وقت و روز گذشته کاری کاهش داشتیم بریم سراغ سکه.org ببینیم که چه خبره اونس که ارز کردم یک آب شده چار, چار, چار،, چار تومن حباب مثبت داره امروز سه ساعتی حتی یه مقدار حباب منفی هم گرفت ولی این حباب مثلا یادتونه دیگه مثبت بود زیادم بود الان ده همون حدود انگار دلار دارید میخرید تازه با اونس یک و اینش هم باید در نظر بگیرید ولی خب همین آب شده ما چند صد هزار تومن ازش حباب منفی هم دیدیم یه ذره بدادت شدیم سکه ده و چار سدی خدمتون آرزم که حدود چار سد هزار تومن نسبت به تلاش قیمتش بالاتره ولی اگه مالیات چه حساب بکنی تازه 425 هزار تومن هم به دکارید بشه حدودا نصفه مثلا از 9 درصد 5 درصد حدود 5 درصد مالیات چه دارید پرداخت میکنید نسبت به بازار داخل خارج هم خیلی تفاوت نداره چون که آب شده نسبتا میتونی بی حباب بگید 4 هزار اینقدر دیگه به چشم نمیاد حالا عددش رو بخوام بهتون بگم حبابش نسبت به تلاش میشه 480 مثلا 80 هزار و اون یکی مثلا میشه 415 هزار منفی نسبتا یکیه خلاصه اگر سکه بخرید حدود 5 درصد دارید مالیات پرداخت میکنید و اما روب سکه 3850 که انشالله بتونید بخرید باز بالای یک میلیون همچنان حباب داره یک میلیون و و چهل هزار تومن مراقب خودتون باشید انشالله ساعت هشت شب اینستاگرام مسقال به آدرس ات مسقال آندرلاین کام در خدمتون هستم برای اخبار برای تحلیل اخبار